جلال‌الدین 33 ساله باریسی و دویم است که روی این بستر می خوابد معاینه می شود. هرچند بیماری ندارد و صحت و سلامت است. جلال‌الدین برای دیگر هدف اینجا می آید. 32 مراتبه از شید می سپرم اکرام. برای نجات همی آدم که می سپرم که اونا استفاده برده. جوانی باختری یکی از 100 دانورهای اختیاری در ولایت ختلان است که برای شفاخانه ها رایگان خون می دهد. 4 سال پیش دانور شد و ده ها بیماری محتاج با کاری خیری و شفا یافتند. وقتی اومدم گفتم دیدم که او در کاری چیز هم خیلی کار کنی فایده داره. برای این کنیت خودم میوم. برای فایده خودم میوم که یک کس هم بگیره میگیره همینجا برای یک کس دیگر آدم هم میزنن تنه یکم برادر داره. در ختلان 2000 نفر به حیث دانور خون ثبت نام شدند ولی فقط 100 نفرشان به پاداش خون میدهند. گالینا پانامریووا بازنشسته باختری یکی دیگر از آنهاست. میگوید صدها مراتبه خون داده است و فایده‌اش را هم دیده است. برای خودم هم مفید است. وقتی خون تغییر می‌یابد، صحتی بهتر می‌شود. خون دادن به خصوص برای صحتی مردان مفید است. اگر خونشان تغییر یابد، صحت می‌مانند. برعکس گالینا و جلال‌الدین دیگر دانورها در عوض پاداش در مرکز جمهوریوی خون در باختر خون می سپارند. برای هر 400 گرم خون تا 50 سومانی پاداش می گیرند. فرهنگ کمک رایگان هنوز رواج نیافته است. دولت‌هایی هستند که مردم خود مردم آمده به پاداش خون می سپارند، به مبلغ به پاداش خون می سپارند می روند. این زمان مردم ما تا همین درجه آزی اومده رستگی نیست. طبیبان مردم را تشویق میکنند که به مرکز بیایند و برای نجات کسی کمک کنند و این زمان از بیمار شدن خودشان هم جلوگیری نمایند. یعنی که اون شخصی که خون میسپارد این پیشگیری بیماری های فشار برنده، پیشگیری بیماری های ایشیمیوی دید. یک نمود پیشگیری بیماری های سیلاتی هم اگر میم خطا نمیتونه. با وجود گزارش ها در باره انتقال خون آلوده به بیماران در گذشته، مقامات میگویند مورد نشده است که خون فردی بیماری را گرفته و کسی دیگر داده باشند. اصابه اونه که بازی بیماری های سیلاتی بسیار شده است، نمونند ویروسی نارسی مسمومیت بدن، هپاتیت ویروسی بی ایس، اوتاشک، دیگر بیماری های سیلاتی با وسیله خون گذرانده بسیار شدند. از همین سمت حاضر این زمان میگیم خون با وسیله از یک نفر به نفر دیگر اگر با اصطلاح بگیم پرامای پیرلیوانی حاضر نمیشود. از سبب اون که بیماری های سیلاتی بسیار هستند. ولی با نظر داشتی گسترش همین بیماری ها بعضی از مردم از رفتن و خون دادن برای شفاخانه ها در تاجیکستان پرهیز میکنند.